اجرای احکام اعدام در آمریکا به تازگی افزایش یافته و در تازه‌ترین مورد آلن یوجن میلر محکوم به قتل در ایالت آلاباما با استفاده از گاز نیتروژن اعدام شد. این دومین اعدام با این روش جدید در آمریکا است و نشان دهنده روند رو به افزایش اعدام‌ها در سالهای اخیر به ویژه در ایالت‌های جنوبی این کشور است. همکارم در گزارش خود به این موضوع پرداخته که با هم می‌بینیم. در ایالت آلابامای آمریکا، آلن یوجین میلر 59 ساله به جرم قتل 3 نفر از همکارانش در سال 1999 با استفاده از گاز نیتروژن اعدام شد. این دومین اعدام در آمریکاست که با این روش جدید انجام می شود. اعدام میلر 5مین اعدام طی یک هفته اخیر در ایالات متحده و 18مین اعدام در سال 2024 است. این آمار در حالی افزایش یافته که در 3 ماه پایانی سال 7 اعدام دیگر نیز برنامه ریزی شده است. بنابر گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام DPIC از سال 1976 که دادگاه عالی آمریکا مجازات اعدام را دوباره در سیستم قضایی این کشور برقرار کرد، تا کنون بیش از 1600 نفر اعدام شدند. این آمار بیانگر تداوم اجرای مجازات اعدام در ایالات متحده با وجود کاهش آن در برخی دوره هاست. افزایش اعدام‌ها در آمریکا طی سال‌های اخیر به ویژه در ایالت‌های تگزاس، میسوری، آلاباما و فلوریدا مشهود است. در سال 2022 میلادی 18 نفر در آمریکا اعدام شدند، در حالی که این رقم در سال 2021 فقط 11 نفر بود. با این حال در سال جاری تا کنون 24 نفر اعدام شدند. استفاده از گاز نیتروژن به عنوان روشی جدید برای اعدام بحث‌های بسیاری در مورد انسانی بودن این روش و تأثیرات احتمالی آن بر محکومین به وجود آورده است. در همین راستا مدافعان حقوق بشر نگرانی‌هایی درباره افزایش استفاده از این روش و نقض حقوق متهمان مطرح کردند.